عطاحسینی روزنامه‌نگار اقتصادی حوزه انرژی همراه ما هستند. به رغم پروپاگاندای تهران درباره توسعه روابط ایران و ریاض، می‌بینیم که عربستان تجارتی با ایران نداشته. شرایط مراودات تجاری بین ایران و عربستان رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ درود به شما، وقتتون هم بخیر. من ابتدا عرضم خیلی دوست دارم، حس کنم مردم نمیدونن این روابط تجاری ایران و عربستان در سالهای پیش چجوری بوده. میخوام فقط دوتا مثال بزنم چون زیر وقت داریم، اینکه مردم متوجه بشن که ما اگر در سالهای گذشته با عربستان سعودی روابط تجاری داریم چجوری بوده. ما در سالهایی که رونق روابط تجاریمون با دولت عربستان و حکومت سلطنت عربستان بوده، در دوران آقای خاتمی بخش عظیمی از صنعت روغن‌های خوراکی ما در دست سرمایه‌گذاران خارجی بود و من حالا ترجیح میدم که اسم نبرم، اما یک برند معروف از روغن خوراکی ما، روغن مایه و جامد ما، توسط سرمایه‌گذاران عربستان سعودی در کشور تولید میشد. و اونایی که اهل خراسان هستن مثل من میدونن که عربستان سعودی به واسطه بخش شیعه نشینش در بندر دما چه حجم گردشگر و توریست وارد مشهد میکرد و در آن سالهای رونق اقتصادی که بین تقریبا سالهای 83 تا 86 اگر اشتباه نکنم بود، حجم عظیمی ما توریست از قضا پولدار و ثروتمند عربستان سعودی و بحرین داشتیم که از بندر دما با پرواز مستقیم ماهان میومدن و اونجا هتل سازی میکردن و بسیار هتل های خیلی خوبی که همین الان داره به مردم ایران خدمت میکنه رو اونجا ساختن و داد. بله. اما خب تو همین سالها خواهش میکنم، این کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. کسری تجاری بین ایران و همسایگان با این ادعایی که حکومت داره مبنی بر تبدیل ایران به یک قطب تجاری چقدر همخوانی داره؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. به ما همه تلاشی که دولت تو همه این دو سال، همه این روزهایی که تو این دو سال گذشته انجام داده اینه که بگه که ما تونستیم تحریم ها رو دور بزنیم، تحریم ها نتونستن به ما فشار بیارن. اما ما اگر نفت، تمام صادرات نفتی ایران اونم فقط به چین و پالایشگاه دست دومی چین بوده و مواد پتروشیمی، تولیدات پتروشیمی رو فاکتور بگیریم، عملا جمهوری اسلامی ایران هیچ چیز خاصی نتونسته به کشورهای جهان صادر کنه. فقط ما تونستیم یک صادرات خیلی محدودی به کشورهای همسایه داشته باشیم که این صادرات محدود هم رشد تجارت واسه ما به ارمغان داشته، به ارمغان آورده، اما کسری تجاری جبران نکرد. 6 میلیارد دلار برای ما به وجود آورده که در تاریخ ایران و در تاریخ جمهوری. متشکرم. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی حوزه انرژی که از برلین با ما بودید.